درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم مجددا و میخوام یه مروری داشته باشیم روی تاریخ آذربایجان. البته ایشون خواهند داشت و ما هم شنونده هستیم و میریم پیش آقای سنجابی. شهرام جان درود بر شما. درود فراوان بر شما افشین نازنین و همچنین درود بی پایان بر تمام بینندگان شما در همه جای جهان. سپاسگزارم از اینکه بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و قبل از برنامه با هم صحبت کردیم راجع به تاریخ آذربایجان و اهمیتش در این برهه که به هر حال حرکتایی داره میشه، صحبتایی میکنن برای با قصد اختلاف انداختن بین ایرانی ها در نقاط مختلف، مخصوصا در نزدیک مرزهای ایران بیشتر از همه این صحبت ها میشه. خب یکی از جاهام آذربایجان هست و با اون هدف میخواییم که بریم ببینیم مثلا تاریخ آذربایجان رو یه نگاهی بهش بندازیم، نگاه اجمالی بهش با استفاده از اطلاعات شما. گوش میکنیم به صحبت شما. خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف مهر شما که امکان رو به من دادید که بتونیم با همیهنانمون صحبت کنیم. بله، متاسفانه یک تلاشی میشه که یک جعل هویتی بشه برای آذربایجان. آذربایجان جدا از ایران تلقی بشه، هویت مردم آذربایجان، در صورتی که ایالت آذربایجان، منطقه آذربایجان در طول تاریخ نه تنها قسمت همیشگی و جدا ناپذیر از ایران بوده، یعنی از زمانی که ما سرزمینی به نام ایران شکل گرفته، حالا به صورت مشخص زمانی که کوروش بزرگ اقوام ایرانی رو متحد کرد در غرب و شرق و شمال و جنوب، از اون زمان در واقع آذربایجان جزوی همیشگی و جدا ناپذیر ایران بوده و تاثیر بسیار بزرگی هم در واقع در ایران داشته، چه از لحاظ فکری، اعتقادی و ایدئولوژیک. مثلا ظهور زرتشت بزرگ هستش در نزدیکی دریاچه ارومیه، ایشون ظهور کردن و البته ایشون بعدها به شرق مهاجرت کردن در دربار کیانیان، ولی در واقع ظهورشون در آذربایجان بوده. در خود زمان ساسانیان آذربایجان میشه گفتش که جایگاهی مثل جایگاه مکه برای مسلمانان یا منطقه اورشلیم برای یهودی ها و اسرائیلی ها داشته، یعنی یک جایگاه خیلی مقدسی بوده، آتشکده بسیار زیادی داشته. مثلا علتی که اینجا میشه آذرآبادگان، حالا بماند که الان مثلا آذرآبادگان و آذربایجان هم نام های جدیدی تراشیدن که حالا بگم من باها خندتون میگیره که این کسانی که حالا خواستار جدایی هستن میگن این آذربایجان از کجا میاد، من گذاشتم واسه بحث جلسه بعدمون. و کلا حتی جالب بدونید که آذربایجان یکی از مناطقی بوده که مهر پرستی بسیار رواج داشته، هنوز هم که هنوز بعضی از محرابه های مهری رو ما داریم، حتی در نزدیکی مراغه یا آتشکده هنوز در به اصطلاح باکو، در خود باکو هنوزم روشن و فعال هستش و بزرگترین آتشکده و مهمترین آتشکده تاریخ ایران آتشکده آذرگشسپ یا آذرگشنسپ هستش، در منطقه ای که حالا اون زمان گنزک یا شیز نامیده می شده. حالا این منطقه و صحبت رو می کنم در 40 کیلومتری تکاب هست، امروز حالا میگن استان آذربایجان غربی در نزدیک ارومیه. اینجا در واقع منطقه افشین را بسیار اسرارآمیز هم هستش، یعنی شما وقتی که نزدیکش میشید یک تپه رو میبینید با یک روش یک قلعه هستش، یه دور تا دورش یک دیواری هست، دیوار مثلا از لحاظ سبک معماری به معماری دوران اشکانی یا پارتی میخوره. بعد از اون ورودی درگاه که وارد میشید یو اصلا فضا کلا عوض میشه، یک دریاچه هستش که تا به امروز کسی عمق این دریاچه رو نتونسته تشخیص بده. حتی دهه 40 خورشیدی گروه از آلمان اومدن به سرپرستی آقای مثل رودولف ناگمان، بسیار تلاش کردن که عمق این دریاچه رو پیدا کنن، نتونستن چون دنبال گنج های ساسانیان بودن. حالا من میگم داستان گنج های ساسانیان چی هستش و
جالبه حدود سال 88 آخرین باری که من شانس رو داشتم اونجا رو ببینم با همراه با یک گروه از دانشجوی خوزستانی بود که برده بودشون برش در واقع سیاحت علمی و اینا، بچه های میراث فرهنگی رومیه به من گفتن که ما سنگ قلاب انداختیم تا 120 متر پایین رفته. خیلی عفه، شما روی یه تپه‌ای یه همچین دریچه به همچین عمقی داشته باشه. به حال اونجا بزرگترین آتشکده بوده، مدرسه ای بوده برای آموزش ریاضیات و ستاره شناسی پیش برای معبدان و در واقع یک جایگاهی هم بوده برای تاجگذاری شاهان ساسانی و طبق اشعار شاهنامه فردوسی، نوروز دقیقا از اونجا شروع میشه، چون اونجا زمستان های بسیار وحشتناکی داره و فردوسی میگه که وقتی که جمشید به این منطقه میرسه گرفتار میشه و اینقدر برف میاد نمیتونه و میمونه تا زمانی که دیگه هوا رو به گرمی میره، برفا رو باب شدن میشه و جمشید اینو خیلی به فال نیک میگیره و اون روز میگه جشن بگیریم و یه روز نویز برای زندگی و نوروز از همونجا شروع میشه که میدونه روزی که جشن نوروز یک جشن تمام اقوام ملت هایی که زیر فرهنگ ایرانی زندگی میکنن نوروز ما داریم، حالا چه در ایران، حتی در ترکیه، حالا چه در بخصوص کوفت های ترکیه، در عراق، در قفقاز، در آسیای میانه، افغانستان، ملت های بسیار این جشن رو برگزار میکنن. و یه چیزی هم حالا تو پرانتز بگم که متاسفانه میشه گفت لطف جمهوری اسلامی جشن نوروز در یونسکو به عنوان جشن ملی جمهوری آذربایجان ثبت شده و نه ایران، و ایران و 6-7 کشور دیگه مثل ترکیه، مثل ازبکستان لینک هستند، یعنی توی یونسکو مثلا اون کشور اول یه یعنی چیزی که سنت ملیشه جمهوری آذربایجان، اینا حالا به صلاح حالا پیروی میکنن و دنبالشون میگیرن. بله، بعد بروی حالا ادامه بدیم. بعد این حتی شاهان ساسانی زمانی که به جنگ های بزرگ میرفتن نظم میکردن و بعد از پیروزی طلاها و غنایم زیادی به این آتشکده در واقع میدادن و حتی پای بیا پیاده از تیسپون که حالا میشه گفت همین بغداد امروزی هستش پیاده می اومده. این سنت پیاده روی که حالا بعد شاه عباس از اصفهان تا مشهد پیاده میرفت می اومد به نوعی در زمان ساسانیان گذاشته میشه، ولی خب متاسفانه در زمانی که جنگ با روم بالا میگیره، روم شرقی، زمانی که خسرو پرویز تصمیم میگیره که کار بیزانس رو برای همیشه تمام کنه و همین استانبول رو که اون زمان کنستانتینوپل بود به محاصره در میاره، خب خیلی پیروزی بزرگی هم کسب کرده بود، خیلی پیروزی بزرگ، یعنی حتی رومی ها حاضر شدن که از تمام جاهایی که خسرو گرفته بود، یعنی شامات، فلسطین، سوریه، به قول معروف قسمت بزرگی از آناتولی، همه رو واگذار کنن به خسرو، یعنی تسلیم شدن تقریبا. حتی رفتن صلیب عیسی رو از فلسطین آوردن، تیسفون چرخوندن، جشن گرفتن. متاسفانه خسرو با اینکه یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران هستش، یعنی به نظر من کوروش بزرگ، خسرو پرویز و نادرشاه سه پادشاه بسیار بزرگ تاریخ ایران هستن. حالا اگه حالا بعد فرصتش علتاش هم بهتون میگم. متاسفانه اونجا دچار غرور شد، دچار یه غروری میشه و نمیپذیره حتی توصیه سردارانش رو و در اثر خیانتی ها به نوعی هم در دور درون دربار صورت میگیره، درباری هایی که مسیحی شده بودن و دلشون با روم بود و قسمتی از مردم عراق که اون زمان مسیحی شده بودن در تیفون زندگی میکردن و قسمت از سپاه دچار خیانت میشه، سرداراش کشته میشن و هراکلیوس موفق میشه محاصره رو بشکنه، در واقع خسارت زیادی به لشکر ایران بزنه و اینا قدم به قدم عقب نشستن. تو خود تیسفون یک کودتای ترتیب دادن، خسرو رو گرفتن
و در واقع پسر ناخلف شیرویه رو که در واقع مادرش هم رومی بود، که اصلا دعوان بر سر کشته شدن پدر این مریم خانوم بود، چون این مریم خانوم پدر در واقع ایشون امپراتور روم بود، سنای روم یه توطئه ترتیب داد ایشون رو کشت، اسمش هم فوکاس بود، و چون خسرو به نوعی پادشاهی خودش رو مدیون فوکاس میدونست، ببینم حالا چقدر دوستان در جریان هستن، زمانی که خسرو پرویز در واقع توی در ارمنستان به سر می برد، وقتی میگم ارمنستان نه این کشور ارمنستان روز نمیشه گفت، قسمت شرق ترکیه هستش، و به دنبال شیرین هم رفته بود، یکی از سرداران ساسانی به اسم بهرام چوبینه، و جالب این بهرام چوبینه از جنگ با ترکا برمیگشت. حالا من در بحث تاریخ ترکا این راجع ترکا خیلی صحبت میکنم در شرق ایران، و میگه اونها شکست میده، در هنگام برگشت کودتا میکنه علیه پدر خسرو پرویز و قدرت رو در دست میگیره برای مدت کوتاهی. خسرو پرویز اون زمان به عشق شیرین رفته بود ارمنستان و هی به قول جواب منفی از شیرین میگرفت، وضعیت رو ناامن میبینه و میره به پناهنده میشه به امپراتور روم فوکاس. امپراتور روم خوب ازش استقبال میکنه به عنوان شاهزاده ایران، و دختر خودش رو مریم یا ماریا رو به عقد خسرو در میاره، و بعد یک لشکر بزرگ روم هم در اختیارش قرار میده، و این خسرو با این لشکر و پیوستن قسمت از ایرانی ها میره و در واقع تاج و تخت خودش رو پس میگیره. و بعد هم که حالا نظام گندوی داستان شیرین رو قشنگ نوشته که چگونه شیرین رو به ایران میاره و ماجرا عشق و عاشقی، حالا کاری ندارم، و این مریم پسری وجود میاره در واقع دنیا میاره به نام شیرویه، بعد از اینکه سنای روم کودتا میکنه برای فوکاس، میکشن فوکاس رو و هراکلیوس امپراتور روم میکنن، خسرو اعلام میکنه که من اصلا به رسمیت نمیشناسم، حکومت شما یک حکومت نامشروع قاصبه، و به اصطلاح قاتلان فوکاس هم باید به من بدید، اینا هم باید برید کنار، و حمله میکنه مستقیما به سمت کنستانتینوپل، و میگم متاسفانه در حالی که نزدیک بود کنستانتینوپل در واقع سقوط بکنه، نزدیک بود سقوط بکنه، به نظر اگر کنستانتینوپل سقوط میکرد کلا تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، نه تنها تاریخ ایران، تاریخ بشر یه جور دیگه رقم میخورد، به خاطر اینکه اعراب هرگز و هرگز موفق فتح ایران نمیشدن، و خسرو میتونست دوباره میشه گفتش که اون شاهنشاهی بزرگ کوروش دوباره از نو بسازه. متاسفانه سپاه ایران مجبور به عقب نشینی شد بعد از خیانت ها، این هراکلیوس آمد خیلی کلک عجیبی هم زد، با کشتی ها رو از استانبول امروزی با سرباز ها فرستاد به در واقع به بندری در گرجستان امروز در شرق گرجستان نزدیک باتومی، حالا سرکار یادم بیاد اسم این بندر رو، و کشتی ها برد اونجا و سپاهیانش از اونجا پیاده شد، یعنی دور زدن به نوعی مستقیم از خود آناتولی نیومد ایران، رفت به سمت در واقع شرق گرجستان امروزی و از اونجا آمدن با شمال آذربایجان و وارد ایران شدن و حمله کردن به آتشکده آذرگشنسب و ویرانش کردند، کاملا ویرانش کردن، و مغان و موبدان وقتی دیدن که لشکر روم نزدیک میشه تمام اون گنجینه، اون گنج بسیار ارزشمند که از طلا بود، برای اینکه دست رومی ها نیفته همه رو داخل اون دریا چریختن، و تا امروز هیچ کسی نتونسته در واقع به اون طلاها و اون دریاش هم دست پیدا بکنه، و یکی از این درجه از اسرار در واقع ایران زمین هستش، و خیلی جای جالبی هم هستش، یعنی حالا دوستانی که در ایران هستن این حرفای منو میشنون، من بهشون پیشنهاد میکنم برن امتحان کنن. شما وقتی که میرید از دو جا میتونید برید، از طریق زنجان به بیجار و بعد تکا، یا یعنی اینکه از تبریز برید، تبریز 600 کیلومتر فاصله داره، هر چقدر خسته باشید، هر چقدر خسته باشید وقتی وارد این فضای آتش کرده میشید یک انرژی عجیب غریبی داره، یعنی کاملا شما چیزی بهتون میگم رفرش میشه، اون انرژیتون در واقع احیا میشه، و بعدا من جالب فهمیدم که فقط یه احساس شخصی نبوده، من متوجه شدم که در واقع
یکی از دوستانی بود کار انرژی درمانی بود، به من گفتش که 13 مهر ماه 13 مهر ماه جمع میشن اونجا، اون منطقه یک انرژی خیلی بالایی داره و جمع میشن یه حلقه انرژی چش که میدن انرژی میگیره از زمین اونجا. برای من جالب، حالا با این بحث جالبی هست، حالا یکم در مورد این بحث معماری و زمین هم که شد، حالا چون من رشته من معماری اشاری هم بکنم، معماران کهن ایران زمین یعنی دوران ساسانی به علوم ستاره شناسی خیلی مسلط بودن و زمین های خاصی رو برای ساختن شهر انتخاب میکردن، یعنی زمین هم از لحاظ انرژی هم از لحاظ مثلا هوای خوب در واقع این انتخاب کردن معماران و شهرسازان ایرانی و حتی جهت شهرها، جهت قرارگیری خونه ها طراحی که میکردن به گونه ای بودش که بادهایی که میاد در واقع بیماریزا نباشه، نه تنها بلکه بتونه در واقع شهر رو به خوبی تهویه کنه. حدیث جالبم بگم، شما در همین تهران ها چون صحبت قاجارم خواهیم کرد توی محفظمون، خب تهران دوتا گسل خیلی خطرناک داره، یکی گسل سعادت آباد هستش و دیگری گسل شهر ری هستش. بعد از شهر ری به شمال تهران حرکت میکنیم و برعکس از شمال تهران به سمت جنوب حرکت میکنیم، این گسل ها کمتر و کمتر میشه. وقتی که به منطقه هست میرسیم که به اصطلاح ارگ شاهی یا همون میدان ارگ که امیدان که اشتباه نکنم اسمش گذاشتم میدان 15 خرداد میرسیم که بازار تهران و به اصطلاح کاخ گلستان همین اونجا هستش، هیچ گسلی وجود نداره، هیچ گسلی، یعنی امن‌ترین منطقه تهران از لحاظ زلزله همون دقیقا منطقه که اون زمان در زمان آقا محمد خان معمارا میتونن در واقع اینجا میگن که این زمین بهترین زمینه که در واقع ارگ سلطنتی و بازار تهران اونجا بنا بشه. اینم در واقع نکته خود باید بگم. و هر روز با کشته شدن خسرو به اصطلاح میشه گفتش که شیرازه ایران میپاشه، چون همزمان هم طاعون هم اومده بود، طاعون هم یه جوری میشه گفت خیلی از مردم از بین برده بود، یه سه از شاهزاده های ساسانی شروع میکنن بر علیه شیرویه اقدام کردن، شیرویه رو از بین میبرن. بعد این داستان انتقام گیری و این شاه بیا اون شاه برو، یعنی در حدود کمتر از 4 سال 12 نفر در واقع میرن و میان و فضا آماده میشه برای حمله اعراب، یعنی میشه با نابودی خسرو و اون نابودی آتشکده ایران هم متاسفانه نابود شد. به هر حال با ورود اعراب، اعراب حدود 30 سال طول میکشه آذربایجان رو فتح کنن. آذربایجان مقاومت بسیار شدیدی میکرد به خاطر اینکه منطقه کوهستانی بودن، یکی دیگه علاقه که اینها به اصطلاح آیین‌های کهن پدرانشون داشتن و بزرگترین قیامی که بر ضد اعراب شکل گرفت بعد از قیام ابو مسلم خراسانی میشه گفتش که قیام بابک خرمدین بود. قیام بابک خرمدین به نوعی رادیکالتر هم بود، چون ابو مسلم در واقع آمد به عنوانی که من میخوام انتقام فرزندان پیامبر رو بگیرم وارد جنگ با اموی شد و به عنوان به صلاح قائم آل محمد بلند شد، یعنی اومد با این تدبیر حتی اعراب رو هم با خودش کرد که رفتن به صلاح بنی امیه رو ساقط کردن و یه قتل عام عجیبی هم کردن با بنی امیه، کسر بنی امیه نذاشتن زنده بمونه، به غیر اونایی که قبلا رفته بودن و در اسپانیا حکومت تشکیل داده بودن حتی گفته میشه کودکان 6 ماه بنی امیه رو هم در آتش انداختن. این نکته که جالبه بدون شما. و نکته بعدی اینه که قیام بابک اما به صورت مشخص هم اعراب رو مورد هدف قرار داده بود و هم مسلمانان رو، یعنی در آذربایجان بابک و کلا خرمدینان اگر مسلمان میدیدن در جا میکشتن و بابک از لحاظ مذهبی پیرو در واقع هم آیین های کهن ایرانی بود، شاخه‌ای از مزدکیان بودن که معروف بودن به خرمدینان. و سرانجام جالب بدونیم که مثلا کسی که در واقع بابک در واقع میتونه شکست بده ترکان هستن، یعنی چطوری؟ معتصم خلیفه عباس، چون بابک خرمدین جلوی 4 خلیفه عباسی مقاومت میکنه، اولش با هارون رشیده، بعدش امین البته زیاد حکومت دوام نمیاره، مأمونه، بعد متوکله و بعد معتصم. معتصم عباسی میرید از
در واقع مادرش از یک کنیز ترک بود و عباسیان زیاد قبول نداشتند، عباسیان زیاد قبول نداشتند و این از ترس اینکه هر لحظه ممکنه یک کودتایی در دستگاه خلافت بر ضد این صورت بگیره، میره و اون ایل و طایفه مادرش رو از آسیای میانه کوچ میده به شمال عراق. البته به شمال عراق میشه گفت به بغداد، اینا بعدا به شمال عراق میرن که امروزه بهشون میگه ترکمنان عراق، به عنوان ترکمنان عراق هستش. و جالبه زبانشون هم به زبان آذری ما خیلی هم نزدیکه، این هم از این جالب بدونید. و اینها خب با اینکه مسلمان شده بودن، به نوعی عادت زندگی عشایری ایلاتی و اون چیزی که داشتن توی آسیای میانه با خودش آورده بودن. مثلا توی کوچه های بغداد با اسب تاخت میرفتن، یا چه میدونم یکیشون مثلا مس میکرد، مثلا یک زن مسلمان رو بغل میکرد میبرد با اسب، مردم بغداد به جان میان و حتی جلوی کاخ خلیفه جمع میشه و میگه اگر خودتو این ترک ها یه فکری نکنی، همه ما کل شهر مثلا بر ضد تو قیام میکنیم. بعد معتصم میبینه اینجوریه، در واقع کوچ میده، اینها رو خارج میکنه از بغداد و در شمال عراق یک شهر میسازه به نام موسل، که میذارم که شهر معروف چیز از عراق هست، یه زمان پایتخت داعش شد و ترکان رو به اونجا کوچ میده. برای همین اگه میبینید که در شمال عراق ترکان هستن، مال اون زمان هستن. و بعد از این قضیه، حالا قضیه بابک که شکل میگیره، چون بابک وحشت عجیبی به جان اعراب انداخته بود و اعراب دوست نداشتن بیان و وارد جنگ با خرمدینان بشن، میگفتن مرگمون حتمیه. در نتیجه معتصم اون عهده میذاره به عهده ترکان که در واقع مثلا یه نیروی جدید رزمی هم بودن و اینها با یه سردارشون هم یک کسی بود اگه شما توها، بله توها نامی بود که البته این توها نفر دوم بود، بالتر از این افشین بود، افشین سپهسالار کل بود که این در خیانت هم میکنه به بابک، چون در پنهان قرار با بابک بیام و در واقع کودتا بکنن و سرنگون کنن عباسیان رو، این برعکس میکنه و میاد متأسفانه فاجعه خلق میکنه و این لشکر ترکان از شمال عراق میاد و در آذربایجان قتل عام بزرگ انجام میدن، یعنی یک جنوساید برقرار میکنن. یعنی منطقه که امروزی در آذربایجان قره‌داغ نامیده میشه، اون حومه کلیبر و اهراینا، میشه گفتش که کسی رو زنده نمیذارن، خیلی فاجعه بار هم میکشن. و برای همینم هم شما در منطقه آذربایجان با اینکه مرکز دین زرتشته، به غیر اونی که گفتم تو باکوه، هم زرتشتی نمیبینید، همین که آتشکده فعالی نمیدونید، این چیزی که اتفاق داده و متاسفانه تو کتاب های درسی میمونم اینا نیومده که چه فاجعه اون زمان اینا ایجاد کردن. به هر روی بعد ها حالا خود شهر تبریز جالبه بده، شهر تبریز کم کم بعد از اسلامه که مطرح میشه توی حتی توی کتاب های تاریخی، متون تاریخی. ما قبل از اسلام دو شهر خیلی مطرح داریم در آذربایجان، یکی شهر اردبیله و دومی هم گنزکه. امروز گنزک و شیز متاسفانه هیچ اثری ازش نیست، تو متون باستانی هست ولی از اثر نیستش و گفته میشه اینجا دقیقا همون جایی که آتشکده آذرگوش هست هستش. ولی تبریز یواش یواش از قرن سوم چهارم هجری مطرح میشه، یعنی توی متون تاریخی ما میادش. خب کم کم حالا یه چیز اتفاق میگم بگم در مرتبط با ترکان هستش، مربوط میشه به دوران سلطان محمود غزنوی. تعدادی از ترکان در واقع اوغوز میخوان مهاجرت کنن و اونایی که مثلا ایلاتی بودن دیگه بیان در تبریز در واقع در کنترل کنن. یک خاندان عربی هم حاکم بود بر تبریز قرن چهارم به نام خاندان روادیان. اینها مدت های زیادی با اوغوزها جنگیدن و آخرتر این اوغوز ها رو وادار کرده که در واقع از شهر فاصله بگیرن و اینها حالا به قول معروف رفتن بوده فاصله 80 کیلومتری 100 کیلومتری تبریز، برای خود رویسته روسته هایی ساختن و اونجا مستقر شدن. حالا من میگم این داده تاریخ ترکان را در هم جهان هم ایران توی قسمت های بعدی میگم، حالا توی قسمت زیاد من نمیخوام باقی بمونم و میخوام جلو برم. برحال همون موقع باز آذربایجان یکی از مراکز میهن پرستی، شما شعرهای قطران تبریزی رو میبینید در زمانی که دیگه ایرانی وجود نداره از لحاظ سیاسی، باز از ایران صحبت میکنه، از عشقش به ایران داره میگه، قطران تبریزی به صورت مشخص دارم میگم. و نظامی گنجوی، نظامی گنجوی دومین اثر
ارزشمنده. ما از لحاظ تاریخی در ادبیات فارسی بعد از شاهنامه خب نظامی گنجوی هستش، ما خب ولی خب شعرهای فردوسی، شعر شاهنامه به صورت حماسی هست، شعرهای نظامی به صورت داستان عاشقان است. ولی ما هم در هفت پیکر و هم در اسکندرنامه و هم در خسرو شیرین، به خصوص این دو قسمت، هم هفت پیکر هم خسرو شیرین، در واقع خیلی زیبا، خیلی قشنگ با دیتیل اتفاقاتی در دوران بهرامپور و در دوران خسرو پرویز افتاده نظامی گنجوی بیان میکنه. و اینجا همین یک سواله، چطور میشه اگر مردم گنج ایرانی تبار نبودن و نظامی خب مثلا خب اهل گنج مگه نیست، چطور میاد در واقع اگر برای ساسانی ها بیگانه است دو تا پادشاه بیگانه رو اونقدر با آب و زیبا در واقع راجبش رو صحبت میکنه؟ هر ملتی معمولا راجب قهرمانان و بزرگان خودش رو صحبت میکنه. مثلا ما در گرجستان، خیلی جالب بدونید، ما در گرجستان شاعری داریم به نام شوتاروستاولی. شوتاروستاولی یه در واقع هم عصر نظام گنجویه و جالبه که اینا نامه هایی که با هم رد و بدل کردن، یعنی میشه گفت هزار سال پیش، هزار سال پیش قرن دهم میلادی به یازدهم میلادی و میشه پنجم هجری. اصلا این شوتاروستاولی که یه کتابی داره به اسم حماسه پلنگینه پوش به زبان گرجی و ارزشمندترین در واقع اثر زبان گرجیه. میشه گفت جایگاه شوتاروستاولی هم جایگاهی که فردوسی داره و شما در هر شهر گرجستان تشریف ببرید میبینید مهمترین خیابونهای اون شهر به نام هم شوتاروستاولی هستش. خب چرا شوتاروستاولی نیامده راجع مثلا خسرو پرویز صحبت کنه؟ چرا نیامده راجع چه میدونم یکی از پادشاهان ایران صحبت کنه؟ راجع به هم منطقه خودش، منطقه گرجستان صحبت کنه. خب این تفاوته، این نشون میده که یک عالم نظامی خودش ایرانی میدونه و به زبان فارسی سلیس در واقع اون شعر رو به اصطلاح اون کتاب خمسه نظامی رو در واقع به شعر در آورده. بعد میریم جلوتر و قرن هفتم، یعنی من میخوام بیشتر روی تبریز، شهر تبریز فوکوس کنم، برای همین به سرعت رویدادها رو میرم جلوتر. حالا اگر زمان، اگر زمانی نیاز دیدید یا بینندگانتون دوست داشتن، میتونیم حالا رو همین بخشای تاریخی بیشتر صحبت کنیم، بیشتر متمرکز بشیم. میشه گفتش که شکوفایی تبریز میشه گفتش که با به نوعی با حمله مغول در واقع انجام میپذیره. چند تا دلیل داشت. یکی این که مغولان وقتی که به تبریز میرسن، بزرگان شهر قبل از رسیدن به مغولها میگن که این مغولها همینجوری دارن ویران میکنن و میان جلو، ما باید یک تدبیری در واقع بیاندیشیم دل اینا رو به دست بیاریم، وگرنه مثل بقیه، مثل اون بلایی که بر سر ری اومد، بلایی که بر سر نیشابور، بر سر تبریز هم میارن. و آخر سر به این نتیجه میرسن آقا ما هر چی در واقع طلا و جواهر داریم، زنامون حتی این گوشواره‌هاش و علنگاش رو باز میکنن، میریزن روی یک سری گاری و تا مثلا چند فرسخ وای میسن به استقبال سپاه مغول. وقتی که چنگیز میاد و میبینی که بله مردم واسه منتظر، میگه خوش آمدی، شما اصلا فرستاده خدا هستی، شما فلانی، شما بزرگی، شما مهمانی، این هم خدمت شما. چنگیز خب میبینه واسه دست به کشتار نمیزنه، مغولان وارد میشن بدون هیچ حالا درگیری چندانی و برای همین هم زمانی که از زمان جانشینانش به بعد، یعنی زمانی هولاکو خان میاد، هولاکو خان در واقع کم کم آذربایجان یعنی مرکز میشه براشون. حالا یه دلیلش این بود، یک دلیل دیگهش مراتب بسیار سرسبز آذربایجان بود، چون کلت میشه گفتش که سپاه مغول فقط یک چیز نظامی نبود، یک میشه گفت اتحادیه بزرگ از این ایلات و عشایر آسیای میانه بود که تعداد بسیارشون ترک بودن. حتی خود خالد رشید فضل الله همدانی توی جام التوارخش هم میاره و ذکر میکنه که بسیار از کسایی که حالا به اسم حمله مغول در واقع گفته میشه، در واقع عشایر ترکی بودن که چنگیز خان با سیاست اینها رو در واقع تحت تسلط مغول ها در آورده بود. حالا با کاریزمایی که داشتش، حالا یا با بیرحمی که نشون داده بود، با مدیریتش، سیاستش، هرچی، چون خودتون میدید مغولستان جمعیت چندانی نداره، این در واقع توانست تمام این اقوامی که حالا در
فاصله آسیای میانه تا مغولستان زندگی میکردن با هم یک پارچه کنه، یک اتحادیه بسیار بزرگ ایجاد کنه و اینها رو به سمت غرب حرکت بده. و خب حالا علت دیگری هم میگم وجود این مراتع بسیار بود که به خب این ایلات ترک اکثرا دامدار هم بودن، میتونستن اونجا چرا کنن و اونجا از اون فضا استفاده کنن. از یکی از دلایل خیلی مهمی که سلطانیه بعدا پایتخت میشه در زمان سلطان محمد خداوند اول جایتو، همین دشت های خود همین سلطانی زنجان بودش که گفته میشه بیشتر برش یادآور دشت های خود مغولستان بوده، دشت های سرسبز و بسیار پهن. از یک طرف خب مغول ها میدوش که رفتن حتی روسیه هم گرفته بودن، اون زمان هم دولتی به نام دولت روسیه نداشتیم، اقوام روس داشتیم به صورت قبایلی زندگی میکردن. ما تنها دولت نسبتا حالا متمرکزی که تو اون مناطق داشتیم دولت در کیف بود، در کیف که حالا اوکراین امروز هستش، پادشاهان اسلامی اونجا بودن. و جالب بدونید اصلا شکلی شهر مسکو هم در زمان مغول هاست، چون مغول این منطقه مسکو رو انتخاب میکنن کنار رود مسکو رو برای یک به عنوان مرکز، مالیات هایی که از این قبایل اسلاوی میگرفتند می آوردن تو اون مسکو کنار رود مسکو و این در این منطقه ستادی بود مثلا، یه اردوگاه بزرگ بود و بنیانگذار شهر مسکو به هم دوره مغولان برمیگرده. این جالبه که بدونید. و بعد هم دولت روسیه شکل میگیره، البته پایتختش پایتخت سن پیترزبورگ میشه، بعدها در زمان کمونیست هاست که در اون پایتخت رو عوض میکنن میبرن به سمت مسکو. برحال مغول ها در واقع یک شبکه بزرگ تجاری ایجاد میکنند، مسکو، چین و اروپا از طریق خب دولت جدید عثمانی که شکل گرفته بود. و تبریز به عنوان یک سر، یک مرکز در واقع ایجاد در نظر گرفته میشه. هولاکو شهر مراغه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه و میدونی که ایشون وزیرش خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیر کسی که با توجه به که ایرانی بود، مذهبش هم خوب اسماعیلی بود، کینش در واقع دوچندان بود از خاندان عباسی و هولاکو رو تشویق میکنه که به برانگیخته میکنه که آقا به بغداد حمله کن و کارش رو تمام کن. ولی شما بدونید این خلفای عباسی بعد از 500 سال آنچنان قداستی پیدا کرده بودن که حتی مغولان شمن پرست هم زمانی که بغداد رو میگیرن تردید داشتن که خلیفه عباسی رو بکشن. حتی گفته بودن اگر شما خون خلیفه رو بریزین از آسمان خون خواهد بیاد. و میگن که خواجه یک تدبیر میاندیشه و میگه باشه خونش رو نمیریزیم، بخوابونش وسط یک نمد و مغولا برن روش اینجوری پا بکنن و تا اونجا دیگه بمیره. و میخوام ببینید این خرافه چطوری حتی این مغول هایی که اصلا به اسلام رو هم که اعتقاد نداشتن تحت تاثیر قرار میده. و با این تدبیر خواجه نصیر دیگه شر به اصطلاح خاندان عباسی رو میکنه از سر همه این میشه گفت منطقه و مردم ایران به خصوص. و جالبه دیگه یکی از دلایلی که صدام خیلی کینه داشت و در کتاب درسش هم اینو آورده بود، کینه داشت نسبت به ایرانی ها، میگفته که ایرانی ها خصم عرب هستند، همیشه اینها پادشاهان و سلسله بزرگ نابود کردند. و اشارت بود یک، کوروش بزرگ تصرف بابل، دو مثل ابو مسلم خراسانی و نابودی سلسله اموی که مثلا عرب های سلسله اموی افتخاره به خاطر اینکه اموی ها تونستن بزرگترین فتوحات اموی ها رقم بزنن. حتی شخص معاویه خود جزیره سیسیل رو هم گرفت در ایتالیا، یا حتی اینا تا خود میدونید جنوب اسپانیا اندلس رو به اصطلاح گرفتن. و بعد هم عباسی هم بازم ایرانی هست به این مورد خاطر نصیر نامی این به اصطلاح سلطان مغول رو یا خان مغول رو برانگیخته کرد که بیاد و این دم و دستگاه اعراب رو از بین ببرد. بعد از هولاگو و به اصطلاح دوران قازان خان و یه چیز جالبی هم بهت بگم، یه چیز جالبیه من راجبه مغولا که تحقیق میکنم. مغول خب از صحرا اومده بودن، وحشی بودن. خب وقتی اینها آمدن و وارد زندگی شهری شدن، یعنی آمدن اون شهرهای خوی زندگی شهر رو یاد گرفتن، این چیز در حدود 20 سال طول کشید مثلا یه نسلی توشون عوض شد و حتی آمدن دین اسلام هم پذیرفتن دیگه. و حالا در مورد دین پذیرفتن حالا مطلب جالب هم هست بهت بگم.
اینا شروع میکنن به آبادی، شروع میکنن به آبادی. و جالبه که یکی از مهمترین و زیباترین و با شکوه ترین بناهای ما بعد از حمله اعراب رو همین خانها و سلاطین مغول میسازن. این درنوش خود جالبه. و باز هم در واقع معماران آذربایجانی نقش خیلی مهم بازی میکنن، به خاطر خیلی جاها معماراشون کشته شده بود، از بین رفته بود. معماران آذربایجانی میان در واقع اون سبکی که توی تبریز بود که خیلی ایوانهای بلند میساختن رو میان تو، حتی مثلا توی یزد مسجد جامع یزد شاهرخ اینو درست میکنه، شاهرخ پسر تیمور. در خود هرات چه بناهای زیبایی، مثلا آرامگاه گوهرشاد همسر به اصطلاح عروس تیمور و همسر شاهرخ، بله آرامگاه اونجا یکی از آثار زیبای افغانستانه. یا مدرسه قیاسی خرگرد، خود آثاری که تیمور میسازه در سمرقند، بعد همین مثلا جزء الان جزء زیباترین آثار مثلا کشور ازبکستان شمرده میشه. یا مثلا ارگ علی شاه، خود مسجد کبود یا هم جای مسجد توی تبریز. و من اینو مقایسه میکنم با جمهوری اسلامی، 44 سال اینها در واقع حاکم هستن. و جالب یه سری از این کارگزاران حتی در آمریکا درس خوندن، مثل لاریجانی، مثل جواد ظریف، و هنوز دارن ویرانگری میکنن. یعنی شما به مغول شرف داره. اینو خواستم یه نکته بودی مقایسه بکنید که خیلی هم از آثار هنری هم حمایت میکنن سلاطین مغول، بعضی که در واقع وارد زندگی شهر میشن. حالا به اسلام آوردن من به اشاره بکنم، در این دوره که به اصطلاح مغول حاکم میشن، یک رقابت عجیبی است بین سه گروه مسلمانان، حالا دو شاخه شیعه سنی، مسیحیان و یهودیان، هر کدوم میخوان در واقع کنترل این خانها یا سلاطین مغول رو در اختیار خودشون داشته باشن. مثلا یک وزیر معروفی هستش، حاجی رشیدالدین فضل الله همدانی، ایشون در واقع از این خانواده یهودی در واقع به اصطلاح تربیت شد و بالا اومد و البته خب مسلمان شد، ولی خب هیچ وقت قبول نکردن که ایشون واقعا مسلمان شد، گفتن تو در باطن همان یهودی هستی. و بعد از این قضیه بلای بدی هم سرش اومد، ایشون میدونه تفسیر قرآن هم نوشت و یک آمد در تبریز یک منطقه بسیار بزرگی رو درست کرد به نام ربع رشیدی، یعنی یک مجموعه بودش که مثلا دانشگاه بود، حوزه علمی بود و خیلی رونق داشت در زمان خودش. حالا چیزی که از مورخی مانده خیلی تعریف میکنن، امروز متاسفانه خرابه هاشو در واقع بازمونده رو باستانشناسا پیدا کردن در تبریز، این ربع رشیدی. ولی بعدها در واقع این حاجه رشیدالدین فضل الله همدانی که علاوه بر کارهایی که انجام داده بود مورد غضب قرار میگیره، یک شخصی به نام علی شاه گیلانی که این سازنده همون ارگ علی شاه در تبریز هستش، در واقع به اصطلاح امروزی ها زیرا بهش میزنه، بدگویی میکنه ازش و میگه این در واقع داره خیانت میکنه و میشه گفتش که اول پسرش رو چشمش میکشن، بعد خودشون میکشن و بعد کل خاندان در واقع میگه چون مغولای دست داشتن کسی رو میکشن، کل خاندانش از بین میبردن و حتی رشیدی رو هم با تمام زیبایی که داشت تخریب میکنن و بین میبرن. ولی آنچه که مهمه در مورد تبریز اتفاق میفته در دوران قاجار، تبریز تبدیل میشه به یک شهر بزرگ تجاری، یعنی جایگاهی رو پیدا میکنه که امروز مثلا توی منطقه دبی داره. تبریز دقیقا همین، حتی وقتی مارکوپولو که در دوران مغول ها وارد شهر تبریز میشه، از بازار تبریز و اقوامی که در مورد مهاجرت کردن و زندگی میکنن صحبت میکنه. و جالبه در اونجا در تبریز، خب شاید جالب بدونید که تبریز میخوام از اندازه ژنتیک بررسی کنیم مردمشو، در زمان قازاخان و مغول ها هم تعداد زیادی از گرجستان مهاجرت کردن آمدن، به ویژه منگرل ها. منگرل ها طایفه گرجی هستن که در غرب گرجستان زندگی میکنن، بعد از خود روسیه مهاجرت میکنن و
خب بعد حالا با گذشت چند صد سال اینا مسلمان میشن و با هم مردم هم آمیختگی پیدا میکنن. یه دلیلی که شاید حالا معروف میگن دختر تبریز خیلی خوشگلن، در واقع آمیختگی نژادهای زیبا با هم هستش که و جالب. اگر یک روز مثلا شما به تفلیس سفر کنید، نه با همه مردم تبریز، اما یه تیپ از چهرهای تبریزی رو خیلی شبیه پیدا میکنید با مردم تفلیس و گرجستان. در خودش جالب هستش. به هر حال تبریز از اون زمان یک شهر چند فرهنگی بوده، یعنی خب گرجی‌ها زندگی میکنن، حتی هنوز هم که هنوز یک بازاری هست در تبریز معروف به در واقع گرجیلر بازار، یعنی بازار گرجی ها. حتی در زبان تبریز قدیم یک دختری که خوشگل باشه، یعنی عروسی که زیبا باشه، میگن گرجی گل، یعنی عروس گرجی. این اصطلاح هستش که دقیقا برمیگرده به اون دوران، یعنی اون دوران که اینا حضور داشتن در ایران. و تبریز یک جایی بوده که خب میگم اقوام مختلف در کنار هم زندگی میکردن و دوران همین قازاق ها میگم این رقابت مذهبی راه میفته. و شما وقتی تاریخ ایلخانان مغول رو میبینید، میبینید مثلا یک ایلخان مغول مسیحی شده بعد مسلمان شده. مثلا یکی از نمونهش اولجایتوس سلطان محمد خدابنده، ایشون مسیحی میشه بعد مسلمان میشه، بعد یک آخوندی به اسم علامه هلی که آخوندها خیلی قبولش دارن تو ایران بلند میشه، از عراق اگه اشتباه نکنم از نجف یا کوفه مهاجرت میکنه میاد به سلطانی زنجان و به اصطلاح شیعش میکنه. وقتی شیعه میشه همین آقای سلطان محمد خدابنده، بعد از چند قرن شیعیان قدرت سیاسی پیدا میکنن، یعنی قبل از به اصطلاح شاه اسماعیل صفوی، در زمان سلطان محمد خدابنده است که شیعیان جرأت میکنن در واقع از اون تقیه بیان بیرون و خود میشوندن. و البته گفته میشه که ایشون در آخر عمر بیخیال همه اینا میشه و برمیگرده به همون شاهانپرستی خودش. و هر روز جالب به سکت شامانی هم دفن میشه و هیچی از آثار قبلش نیست. و شما متوجه مثلا یه آقا ممکن مثلا تو این قسمت مثلا بنای سلطانیه اینجا مثلا احتمال میدن اونجا دفن شده، چون در تفکر شامانی هیچی ردی از مرده نباید به جا بمونه و میگن باید با طبیعت دیگه یکی بشه و دیده نشه. حالا در فهم جالب دیگه از درگیری مذهبی هم که باز اون زمان راه میفته سر همین دوباره وزیر یهودی همین اولجایتوس، ببخشید ارغون خان هستش، ارغون خان اگه شما نکنم، که سعد الدولی اپریه، ایشون در واقع یهودی بود از اپر، بعد ایشون چون تمام فامیلاش هم در واقع همه جای مناطق شهر رو گذاشته بود و اینا چون مردم رو اذیت میکردند، یک کینه در واقع زده، یک میگن جنب ضد یهودی شکل میگیره اون زمان تو ایران. و بعد با شما نکنم با مرگ ارغون که نزدیک میشه، بیمار که میشه، میگیرن اینو و اول میگم بچه هاشو میکشن و حتی میدازن جلوی سگا پشت بدن اینها رو. و بعد توی تبریز ما یک شورش ضد یهودی داریم، به شدت یهودی ها رو کشتار میکنن. این در مورد جبهه‌ای که تو زمان تبریز شکل میگیره. شاید مثلا مشابهش رو ما در زمان ناصرالدین شاه توی مشهد داریم که به اصطلاح یک واقعه اتفاق میفته به نام الله داد، که یک آخوند مردم رو میشونه برنده یهودی ها و یهودی ها ترس رو میگن نکشید ما مسلمان. این واقع معروف میشه واقع الله داد، آیت الله جشن میگیره، دختر اگشان رو خاخام یهودی مشهد هم به زنی میگیره و میگاره این هدیه الهیه الله داده که ما اینا رو مسلمان کرد. بر روی تبریز بعد از دوران نسبتا آرامش و رونقی که میگیره در دوران مغولا، در پایان دوره ایلخانی دچار یه سری میشه گفت درگیرهای سیاسی. حالا یه سری ایلات ترکمن، خب یه سریشون به آناتولی رفته بودن، در آناتولی جای گرفته بودن، یک سریشون هم آمدن در آذربایجان قدرت دستشون گرفته بودن. دو تا سلسله هم شکل میگیره به نام
سلسله آقوینلو قرهقوینلو که از همینجا استارت در واقع صفوی هم زده میشه و در زمان اوزون حسن، در زمان اوزون حسن اگه شما نکنم از خاندانهای قرهقوینلو هستش، چون دامدار بودن و یک معروف بودن به دارندگان گوسفند سیاه، پرچمشون در واقع گوسفند سیاه بود، میگفتن قرهقوینله. اینایی که مثلا پرچمشون گوسفند سفید بود میگفتن آقوینله. در واقع همسرش همین مسجد کبود، حالا فارسی کبود میگیم، جوی مثلا ما بگیم بخوان معنی کنیم یعنی رنگ آسمانی، به خاطر کاشی های فیوزه که داره معروف میشه به جوی مسجد. و جالبه، حالا من حالا نقشش حالا برای شما میفرستم ببینید، نقشش دقیقا نقشه یک آتش کرده است، یعنی یک شلیپاست که در واقع مسجد پیرامون شکل گرفته. بعد حالا اگر دوست داشتین برنامه راجع به معماری ایرانی من براتون مثلا بگم که چگونه اصلا ما مهراب در آین مهر و آین زرد چطوری وارد در واقع معماری ایران میشه، و حتی چیزی که شما به عنوان گنبد تو مسجد میبینید همون چیزی که از آتشکدا قرن چهارم ایرانی ها واردش میکنن، خواجه نظام الملک وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی در واقع گنبد زرتشتی رو وارد گنبد مسجد میکنه، و الان شما گنبد ببینید یاد مسجد میافتید. برحال این اتفاقی که میفته در زمان اوزون حسن در ایران در دوران مغول ها، خب تصوف خیلی رشد میکنه و یکی از اون کسانی که به عنوان مرشدان بزرگ تصوف شناخته میشد شخصی بود به نام شیخ صفی الدین اردبیلی. و این شیخ صفی جالبی که چگونه سلسله صفی از دل اینا در میادش، شخص اوزون حسن میاد با دختر حاکم یونانی ترابوزان، اون زمان هم ترابوزان به در واقع به کنترل ترکا در نیامده بود، یک حاکم یونانی داشت، مسیحی بودن مردمش برخلاف امروز که اهالی ترابوزان به شدت مسلمان سرسخت هم هستن، هم آکبارتی اون زمان مسیحی بودن و اینا فکر کنم مسلمان شدنشون 400 سال بیشتر هم میگذره. و دختری به دنیا میاد از این حاصل ازدواج اوزون حسن و این حاکم پادشاه یونانی ترابوزان، که در واقع دختری به دنیا به نام مارتا، اسم مسیحی هم شده مثلا مارتا. و یکی از نوه های شیخ صفی الدین اردبیلی. جناب جان این حدودا چه سالهاییه، تو چه قرنیه این چیزایی که الان در این صحبت ازدواج اون حسن خان بود، مال اوزون حسن با دختر شاه ترابوزان، این چه سالیه حدودا؟ الان در حدود قرن نهم و دهم میلادی اتفاق میفته، ببخشید خورشید دهم و نهم هجری، یعنی اگر به چیز کنیم میلادی بگیم میشه قرن 16 میلادی. این میشه خب یکی از در واقع نوه شیخ به اصطلاح شیخ صفی الدین اردبیلی، حیدر نامی، حیدر در واقع میاد و یک سازمان نظامی ایجاد میکنه. چیه میشه؟ یک سازمان نظامی ایجاد با چی؟ با چه کسانی؟ این جالبه چون شکل گیری دوباره ایران بعد از ساسانی دقیقا به این داستان برمیگرده. این خیلی جالبه این داستان. تیمور با یک سلطان، اگه شما سلطان بایزید عثمانی درگیر میشه، همون کسی به دوان تیمور لنگ میشه، تیمور گورکانی. تیمور وقتی درگیر میشه شکست میخوره، سلطان عثمان شکست میخوره و تیمور خیلی هم خفتش میده، خیلی خفتش میده، حتی میگم این داده توی قفص و همچین کارهایی. بعد تعداد زیادی از در واقع ترکمنان آناتولی رو زنجیر میکنه، با خودش میخواد ببره سمرقند. این عادت تیمور بود، یعنی تیمور چون سمرقند رو خیلی دوست داشت و میخواد سمرقند رو آباد کنه، به هر شهر که میرفت مثلا آدم حسابی شهر سوا میکرد، مثلا معماران، پزشکان، فلان، اونایی که مثلا بزرگان شهر بودن، دانشی داشتن، بعد مثلا تو اصفهان این کارو کردی، بعد شروع کرد به کشتار و همه اینا رو میفرسته سمرقند.
که مثلا اون شهر رو یه شهر خیلی آباد و زیبا. بعد این تیمور به شهر اردبیل که میرسه با این حجم از اسرا، خب هم ایلخانان مغول و هم سلاطین گورکانی، از خب حالا تیمور خودش ویرانگری داشت، پسر شاهرخ خیلی آباد کرد، خیلی تو آبادی خراسان، خراسان که بگیم نه مشهد، خراسان که بزنیم بگیم افغانستان در بر میگیره، ترکمنستان رو در بر میگیره، خیلی توی بحث معماری، فرهنگ و ادب کمک کرد. پسر شاه رو سلطان به صلاح بایسونگور اگه اشتباه نکنم، در واقع این سلاطین گورکانی خیلی خدمت کردن به فرهنگ و هنر و ادب ایرانی. ببخشید، سلطان حسین بایقرا، سلطان حسین بایقرا یا بایقرا یا هر لفظی که بخوایم بهش بگیم، یک کتابخانه بسیار عظیمی در هرات ایجاد کرد، کتابخانه سلطنتی که بعداً شاه اسماعیل این کتابخونه رو بعد اینکه خب شاه شد همین مناطق رو یک پارچه کرد، همه رو از هرات انتقال داد به کتابخانه سلطنتی تبریز. متاسفانه تبریز میشه گفتش که بعد از اون جنگ های بسیار دید، غارت خیلی شد، هم توسط روسا هم توسط عثمانی ها، هم زلزله های بسیار بود و ما متاسفانه دیگه این آثار به دستمون نرسیده. من یه چیز درجه به سلطان حسین بایقرا بگم، ایشون علاوه بر پادشاه منجم هم بود، یعنی صبح ها کارهای امور اداری و پادشاهی که انجام میداد، شبا می اومد با استرلاب و اینا روی نجوم کار میکرد، یعنی همچنان آدم فریخته ای بودش. برام دور نشین، تیمور برمیگرده به شیخ صفی میگه که اگر چیزی از من بخوای من برآورده کنم. بعد شیخ صفی میگه واقعا هر چی من بخوام تو میتونی برآورده کنی؟ تیمور خب نمیخواست کم بیاره، خب بله تو چی میخواد من برات برآورده کنم. میگه بندگان خدا را آزاد کن. تیمور خب دیگه نمیتونی حرفش بزنه، میگه همه رو آزاد کن، همه رو آزاد. چرا تیمور میخواسته به شیخ صفی یه همچین فیوری بده؟ یعنی مثلا این کارش... در واقع عرض کردم ایل خانان مغول و گورکانی ها، گفتم در زمان ایل خانان و گورکانی ها کلا صوفیگری و تصوف خیلی روش پیدا میکنه و صوفیان بزرگ به شدت مورد احترام بودن، یعنی برای این آدم هایی که مقامات معنوی خاصی قائل بودن، برای همین هم به قول مخواست یک در واقع کرمی کنه، یک کرم شاهانه بکنه، تعارف میزنه، شیخ صفی از موقع استفاده میکنه و میگه این بندگان خدا رو آزاد کن و این بندگان خدا میشن مرید سرسخت به اصطلاح شیخ صفی، میگه ما آزاد شده توی، ما همه بنده توی، هر چی تو بگی اونه. و این در زمان جانشین شیخ صفی ادامه پیدا میکنه تا به حیدر میرسه. حیدر میاد این ترکمنان رو در واقع تبدیل، اولش خود شیعه میشه، یک این دکتر جالبه، شیعه بسیار سختی هم میشه و از این ترکمنان در واقع یک سازمان نظامی درست میکنه به اسم قزلباش، چون در واقع این آدم کلاهخودی که میذاشتن رنگ سرخ داشت، 12 تا هم ترک داشت، چون رنگ سرخ داشت سرخ به در زبان ترکی میشه قزل، سرخ سر قزلباش. ما مثلا گل روز هم در زبان تبریزی میگیم قزل میشه و جالب است به طلا میگیم قزل. البته خب ترک ها در ترکیه چیز دیگه میگن، اونا میگن چیزه آلتون، این تفاوت ها رو بدهیم. و اینها به عنوان همه هم شیعه میشن، چون در بحث تصوف و بحث مرید و مرادی هر کی که اون مرشد اعظم بگه شما انجام بدید، آقا من شیعه شدم، همه شیعه میشه، همه شیعه میشه. خب شهرام جان، الان ما حدود 50 خورده دقیقه گذشته، من میخوام همین برنامه رو زیر یک ساعت نگه داریم که برای پست کردن تو پلتفرم‌های مختلف، اینو پس همینجا نگهش می‌داریم. از اتحاد این ترکمنایی که اسیر تیمور بودن با شیخ صفی، بله شیخ صفی الدین اردبیلی، از اینجا به بعد و تو جلسه بعد شما لطفاً توضیح بده. و در ضمن خود شیخ صفی الدین هم بگو که اصلا گذشتش چی بوده، از میشه اینو مثلا تو چند دقیقه بگی، تو دو سه دقیقه بگی؟ شیخ صفی ببینید چیزی که هستش، حالا میگن از در واقع از گیلان مهاجرت کرده بوده، اصالت در واقع گیلانی داشته و در اردبیل مستقر شده.
و به اصطلاح پیرو فقهای تصوف بوده. تصوف میشه گفتش که از قرن دوم سوم میشه گفت در ایران رشد میکنه به نوعی. حالا تفسیری هست که میگن که در واقع صوفیان به نوعی مهرآیینان پنهان بودن، یعنی تلاش میکردن در لفافه از اون مذهب و دین اسلام قرار بدن که تا بهشون صدمه نخوره. ما برای این در واقع فکت هایی داریم. یکیش خب خود عطار نیشابوری که در واقع منطق و طی رو در واقع می نویسه صحبت می کنه و در واقع هفت مرحله رو طی می کنن تا به سیمرغ برسن. مرغان دلفین، حالا من جلسه بعد خواستیم من صحبت می کنم، دقیقا صحبت مراحل آیین مهری یا میترایی رو صحبت می کنه. حتی سیمرغ در واقع پرنده مقدس آیین مهر هستش. بعد یا خود حتی مولانا کسی که شمس به عنوان شمس تبریز میشناسید، حالا با جلسه بعد حتما اینو به من یادآوری کنید که شمس صحبت کنم چون خیلی مهم هستش. شمس خودش پیرو آیین مهر بود. مولانا یک مجتهد، حالا چی میگیم مجتهد، یک قاضی بود، یک مفتی سنی بود و شمس اصطلاحا اینو از راه به در کرد و اینو آورد پیرو آیین مهر کرد. که سر این قضیه پیروان مولانا دیگه خیلی چیز داشت که مقلد داشت دیگه، مثل یک قاضی مسلمان بود، متشرع بود. اینو اصلا حال و احوالش کلا عوض کرد. بسیار شاکی شدن، شمس مجبور به فرار شد از ترس جانش، شمس تبریز. اینا همه پیرو آیین مهر بودن. حتی ما الان میرسیم به در مورد شاه اسماعیل که میرسیم، علارغم اینکه الان صحبتش رو میکنیم که خیلی شیعه سرسخت تلاش میکنه خودش نشون بده، ولی عملا چه در مسائل جنسی چه در حالا بحث خوردن شراب، ایشون اصلا چیزی به مسلمانی و شیعه بودن شباهت نداره. علارغم اینکه حالا تو خطبه معروفی که خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه و خودش رو مینامد من فرزند علی هستم و فرزند فاطمه و آمدم انتقام شهدای کربلا رو بگیرم تو خطبه معروفش، ولی عملا ما به عنوان یاد متشرع چیزی ازش نمیدیم. ولی خب حالا این بحث به قول برای که زمان طولانی بشه نگه داریم. این بحث پادشاهی شاه اسماعیل بسیار بسیار بحث مهمیه به خاطر اینکه بعد از 900 سال ما در واقع چجوری بگم ایران رو احیا میشه به نوعی دیگه، یعنی صحبت ایران میشه دوباره، صحبت ایران میشه به عنوان یه سیاست مد. اولین حکومت ایرانی، یعنی حکومتی به نام ایران، کشوری به نام ایران بعد از 900 سال دوباره شکل میگیره. یعنی بعد از یزدگرد سوم ساسانی که ساسانی از بین میرن، ما عملا کشوری در لحاظ جغرافیایی سیاسی نداشتیم. خب ایران پاره پاره میشه. حالا درست، حالا سامانیان حالا سعی میکردن در حقیقت فرهنگ ایران حفظ میکنه تا بالاخره این سیاست هم برگرده که ایران زنده میمونه تا اینکه دوباره شاه اسماعیل میاد. حالا من راجع به اقداماتی که شاه اسماعیل برای احیای فرهنگ ایرانی هم انجام میده و پسر شاه طهماسب، اینو من توی جلسه بعدی حتما صحبت میکنم. ممنون، چون وقت برنامه رو به پایانه، ازت سپاسگزارم بازم به خاطر اینکه وقت گذاشتی و این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتی و تا جلسه بعد و دیدار بعد بدرود. سپاسگزارم. پاینده ایران. پاینده ایران.